درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 7 فوریه 2024 میلادی برابر است با 18 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل اذعان کرد که ایران گروه های فلسطینی را تسلیح و تقویت می کند و علاوه بر حمایت مالی به آنها آموزش هم می دهد. با این حال به تصریح کرد که تهران حوثی ها را تسلیح نکرده ولی آنها را برای توقف اقدامات خود در دریای سرخ تشویق می کند. به در گفتگو با شبکه NBC آمریکا در پاسخ به سوالی درباره نقش ایران در حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل گفت ما در این تصمیم مشارکتی نداشتیم. این یک تصمیم فلسطینی و عملیاتی فلسطینی بود و ما هیچ نقشی در آن نداشتیم. وی در این حال گفت که ایران از مقاومت علیه اسرائیل و غرب در خاورمیانه حمایت می‌کند. وی افزود درباره فلسطین ما سلاح می‌فرستیم، آنها را آموزش می‌دهیم، آنها را قدرتمند می‌کنیم، اما درباره جنبش مقاومت در منطقه با آنها هماهنگی، همکاری و رایزنی داریم و شاید کمی تأمین مالی هم بکنیم. با این حال ایروانی تسلیح حوثی‌های یمن را رد کرد و گفت که حوثی‌ها 8 سال است که در جنگ هستند و تجربیات زیادی دارند و در این حال سلاح‌های خودشان را دارند. نماینده ایران در سازمان ملل پیش بینی کرد که در صورت برقراری آتش بس در نوار غزه، حملات شبه نظامیان تحت حمایت تهران در سراسر منطقه متوقف شود. به یادآور شد که جمهوری اسلامی از چنین آتش بسی در صورتی که پایدار باشد و اجازه بازسازی غزه را بدهد حمایت می کند. به اضافه کرد که اگر طرف مقابل شرایط حماس را بپذیرد که شامل آتش بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه شود، گفتگوها بر سر گروگانها به نتیجه خواهد رسید. ایروانی همچنین ارتباط ایران با گروه های مقاومت در منطقه خاورمیانه را چیزی شبیه به ناتو و به مثابه یک پیمان دفاعی توصیف کرد که طی آن هم پیمانان ایران از قدرت تصمیم و انتخاب برخوردارند و اینگونه نیست که از طریق تماس تلفنی دستور بگیرند. با این حال این نماینده جمهوری اسلامی افزایش احتمال وقوع جنگ در منطقه را تایید کرد. او بار دیگر تاکید کرد که در صورت حمله آمریکا به خاک ایران یا منافعش در منطقه یا به افراد ایرانی در هر کجای دنیا، تهران حق دفاع و واکنش را برای خود محفوظ می‌دارد. وکیل امیر شاه ولایتی آسیب دیده چشمی به ادامه بازداشت و ماندن او در زندان اوین با وجود درد کشیدن از ناحیه چشم اعتراض کرد. پیام درفشان وکیل دادگستری میگوید که موکلش با آنکه حکم وثیقه و آزادی گرفته به بند عمومی زندان اوین انتقال داده شده و در زندان بلا تکلیف است. کانال خبری امتداد در تلگرام روز چهارشنبه به نقل از آقای درفشان نوشت متاسفانه مشخص نیست که چه کسی او را برای پروپیمان کردن پرونده به زندان بازگردانده و چند هفته است که شاه ولایتی در بند عمومی به حالت بلا تکلیف در پرونده جاری به سر میبرد و درد میکشد. امیر شاه ولایتی سال گذشته در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هدف اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و چشم چپ او آسیب دید. وی اردیبهشت ماه امسال بازداشت و بعد از 2 ماه با وثیقه آزاد شده بود. پیام درفشان همچنین تاکید کرده که با وجود وکیل تعیینی از طرف خود بازداشتی، از ورود وکیل به مرحله دادسرا ممانعت شده و با اجبار برای او وکیل تسخیری تحمیلی دولتی نصب شده. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از آن است که فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان و استادان در آستانه آغاز نیم سال دوم سال تحصیلی دانشگاه‌ها شدت گرفته است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که دست کم 5 دانشجوی دانشگاه استوره پیش از زمان آغاز انتخاب واحد نیم سال جدید تعلیق شدند. به گفته این نهاد صنفی، معاونت فرهنگی دانشگاه سوره با این دانشجویان تماس گرفته و آنها را برای دریافت حکم تعلیق خود فراخوانده است.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور افزود که تعلیق این 5 تن مطابق رویه های غیر قانونی اخیر در دانشگاه های کشور و بدون برگزاری جلسه کمیته انضباطی صورت گرفته است. انجمن قلم آمریکا بازداشت خودسرانه وفا احمدپور، خواننده رپ ایرانی معروف به وفادار، را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری او شد. جولی تربولت، مدیر پروژه هنرمندان در خطر زیرشاخه انجمن قلم آمریکا، بازداشت وفا احمدپور را نمونه دیگری از آزار و اذیت ناعادلانه خوانندگان و هنرمندانی همچون توماج صالحی و سامان یاسین دانست. او روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه آنها را هنرمندانی نامید که شهامت سخن گفتن علیه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی را داشتند. خانم توبولت با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی قابلیت هنر در الهام بخشی به مردم برای دنبال کردن رؤیاهای آینده بهتر و برابر برای همگان را درک کرده، همین موضوع را دلیل ترس حکومت از قدرت هنرمندان و تلاش برای ساکت کردن صداهای مستقل دانست. همزمان با شدت گرفتن فشارها بر بلاگرها و تولید کنندگان ایرانی محتوا در شبکه‌های اجتماعی، علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه به رسانه‌های ایران گفت که 20 اینفلوئنسر خارجی برای تولید محتوای گردشگری به ایران می‌آیند. شالبافیان در نشستی پیرامون برگزاری 17 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران گفت ورود گروه‌های رسانه‌ای به ایران یک اقدام مستمر خواهد بود و یک بازیگر بالیوودی هم به ایران آمده و چند وقت پیش یک نشست رسانه‌ای هم برگزار کرده. همزمان با این اظهارات، سایت دیدبان ایران در گزارشی از افزایش فشارها بر بلاگرهای ایرانی و فروشندگان کالا در فضای مجازی در آستانه تعطیلات نوروز خبر داده است. به نوشته دیدبان ایران، از ماهای گذشته صفحات بسیاری از بلاگرها و کسب و کارهای فعال در حوزه پوشاک زنان به دلیل عکس‌های بدون حجاب یا توقیف شده یا ضمن دادن تعهد مجبور به پاک کردن پست‌های خود شدند. این برخورد حتی با صفحاتی که برای نمایش کارهای خود از مدل‌های خارجی هم استفاده کرده‌اند صورت گرفته است. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در گزارشی از عملکرد و دستاوردهای سازمان مطبوع خود اعلام کرده که به صورت میانگین روزانه 180 متوفا در بهشت زهرا پذیرش می شود و 50,000 قبر برای زمان بحران پیش بینی شده است. جواد تاجیک بهشت زهرای تهران را بزرگترین آرامستان ایران با بیش از 2 میلیون دفن اعلام کرد که در سال 1349 طراحی و اجرا شده و گفته است که در 14 دهه اخیر هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته، در حالی که به گفته او باید 20 سال پیش تدابیر جدیدی اتخاذ می شد. یکی از موارد بحران که مدیرعامل سازمان بهشت زهرا به آن اشاره کرده زلزله است. آماده داشتن 50,000 قبر برای شرایط بحران، در حالی است که روزنامه اعتماد 8 بهمن ماه سال جاری در گزارشی نوشته بود که با استناد به تلفات زلزله‌های مشابه با شرایط شهر تهران در کشورهای مختلف، اگر زلزله‌ای با بزرگی بیش از 7 ریشتر در تهران اتفاق بیفتد، بسته به زمان و کانون وقوع آن 5 تا 20% جمعیت معادل 500,000 تا 2 میلیون تن از جمعیت شهر تهران از بین خواهند رفت. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخی گزارش‌ها درباره افزایش مهاجرت پزشکان از ایران را بزرگ نمایی خواند و گفت خروج از کشور لزوماً به معنای مهاجرت نیست. کریمی روز سه‌شنبه با اشاره به خبرهای منتشر شده در زمینه مهاجرت پزشکان افزود آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد، اما وزارت امور خارجه باید این آمار را اعلام کند که چند نفر از کادر درمان مهاجرت کرده و به ایران باز نگشتند. این اظهارات یک روز بعد از آن مطرح شد که روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش شدید تعداد درخواست‌ها در میان پزشکان برای صدور گواهی صلاحیت پزشکی خبر داد. بر اساس این گزارش، ارائه گواهی صلاحیت پزشکی CGS
شرط اشتغال پزشکان مهاجر در بسیاری از کشورها به شمار می رود. این مدرک صلاحیت علمی و حرفه‌ای پزشکان را تایید می کند. اعتماد به نقل از یک منبع آگاه در سازمان نظام پزشکی نوشت تا نیمه اول امسال و نسبت به سال 1397 تعداد درخواست پزشکان برای دریافت گواهی حرفه‌ای CJS حدود 200% افزایش یافته است. معاون وزارت بهداشت با اشاره به گزارش اعتماد گفت اخذ گواهی صلاحیت پزشکی به معنای مهاجرت نیست و بسیاری از پزشکان بعد از ترک ایران به کشور باز می‌گردند. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، رسانه‌های اسرائیل و خبرگزاری رویترز جزئیاتی از پیشنویس توافق احتمالی میان اسرائیل و گروه حماس را منتشر کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حماس بر پایان جنگ تاکید کرده، اما اسرائیل چون این پیشنهادی را قابل قبول ندانسته است. بر اساس گزارش هایی که رسانه های اسرائیل و رویترز منتشر کردند، حماس موافقت کرده که در 3 مرحله که هر گام آن 45 روز طول بکشد، سلسله اقداماتی را انجام بدهد. بر اساس پیشنهاد این گروه، هدف نهایی از مرحله سوم باید توقف کامل جنگ و بیرون رفتن تمامی نظامیان اسرائیل از باریکه غزه باشد. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، حماس ابراز آمادگی کرده که در گام نخست حدود 10 تا 12 زن اسرائیلی باقی مانده در اسارت این گروه را به همراه مردان جوان زیر 19 سال و سایر مردان سالمند و بیمار اسرائیلی آزاد کند. به گزارش رویترز، حماس برای آزاد کردن گروه نخست از گروگان‌های اسرائیل که حدود 35 تا 45 تن ارزیابی شده اند، خواهان فروکش کردن عملیات جنگی اسرائیل، خروج ارتش این کشور از مراکز جمعیتی در شهرهای غزه، آزادی زنان و نوجوانان فلسطینی از زندانهای اسرائیل و امکان از سرگیری فعالیت در بیمارستانها و اردوگاه‌های این باریکه شده است. ارتش اسرائیل میگوید که ببخشید، شبکه الجزیره وابسته به قطر هم گزارش داده که حماس برای مرحله نخست همچنین
بر لزوم ورود روزانه 500 کامیون کمک و سوخت به غزه و آغاز ساخت و ساز برای 60,000 خانه موقت و 200,000 چادر برای زندگی اصرار دارد. گزارش رویترز حاکی از آن است که در گام دوم حماس تمامی دیگر مردان اسرائیلی را که چه در سن سربازی باشند چه نه آزاد خواهد کرد، اما برای این اقدام آزادی شمار معینی زندانی امنیتی فلسطینی را از زندان‌های اسرائیل درخواست کرده است. همزمان رسانه‌های اسرائیل نوشتند که این گروه بر آزادی نیروهای یگان نخبه خود در شاخه نظامی حماس هم اصرار دارد. افرادی که در حمله روز 15 مهر به اسرائیل دخیل بوده و اسرائیل آنها را چه در روز حمله و چه بعداً در غزه شناسایی و زندانی کرد. گزارش رسانه‌های اسرائیل حاکی از درخواست حماس برای آزادی 1500 زندانی فلسطینی در مرحله دوم است. حماس گفته است که این خود گروه است که باید زندانیان فلسطینی را از میان فهرست زندانیان در زندان‌های اسرائیل انتخاب کند، نه اسرائیل. گام سوم پیشنهادی حماس توافق برای تحویل اجساد اسرائیلی‌های کشته شده در برابر دریافت جسد 100 فلسطینی است که در دست اسرائیل است. سخنگوی ارتش اسرائیل تایید کرده که جسد 32 گروگان کشته شده اسرائیلی در دست حماس است. ارتش اسرائیل میگوید اسناد متعددی را همراه با مقادیر هنگفتی پول در ادامه عملیات خود در باریکه غزه پیدا کرده که شامل پرداخت 154 میلیون دلار پول نقد از سوی ایران به یحیی سنبار از رهبران گروه افراطی حماس است. گزارش ارتش اسرائیل حاکی است که اسناد یافت شده مربوط به پول‌های جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های 2014 تا 2020 میلادی است که در اختیار شخص یحیی سنبار رهبر داخلی گروه حماس قرار گرفته است. متعاقب سخنان دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در نشست خبری او در شنبه شب در این باره ارتش تصاویر اسناد ادعایی خود را منتشر کرد. این مدارک ظاهراً حاکی است که ایران در سال 2014 مبلغ 15 میلیون دلار، در سال 2015 مبلغ 48 میلیون دلار، در سال 2019 مبلغ 42 میلیون دلار و در سال 2020 مبلغ 12 میلیون دلار را به دست یحیی سنبار رساند. دانیل هاگاری گفته است که حمایت ایران از تروریسم پیامدهای جهانی دارد، یک نگرانی فرامنطقه‌ای است و اسرائیل اطلاعات خود را با متحدین بین‌المللی جهت مقابله با این تهدید به اشتراک می‌گذارد. ارتش اسرائیل همچنین سه‌شنبه شب فیلم دستیابی به گاوصندوق دیگر حاوی کیسه‌های پول نقد در باریکه غزه را منتشر کرد که اسکناس‌های پول اسرائیل را که در غزه هم پول رایج است نشان داده است. دانیل هاگاری گفته است که مبالغ نقد پیدا شده برای پرداخت مستقیم جهت عملیات تروریستی حماس در نظر گرفته شده بود. اجنبی‌های پیشین اسرائیل و آمریکا تا پیش از حمله حماس به اسرائیل در 4 ماه پیش حاکی بود که جمهوری اسلامی سالانه حدود 100 میلیون دلار در اختیار حماس می‌گذارد. مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد ارائه شده از توی جمهوری خواهان را برای اعطای کمک مستقل 17.6 میلیارد دلاری به اسرائیل رد کرد، در حالی که 250 تن از اعضای مجلس شامل 46 دموکرات و همحزبی جو بایدن هم به این پیشنهاد رأی موافق دادند و شمار مخالفان آن 180 تن بود، اما این حمایت در نشست سه‌شنبه از اکثریت کافی برخوردار نشد. کن کالورت عضو جمهوری خواه ایالت کالیفرنیا با حمایت همحزبی خود و رئیس مجلس نمایندگان مایک جانسون روز شنبه از ارائه پیشنهاد مستقل برای تصویب حمایت فوری از اسرائیل خبر داده بود. مایک جانسون گفته بود که او و سایر حامیان اسرائیل در شرایطی که این متحد آمریکا درگیر شرایط خطرناکی در جنگ با گروه افراطی حماس قرار گرفته، بیش از این منتظر تایید لایحه کلی بودجه که کمک به اسرائیل نیز تنها بخشی از آن باشد نخواهد نشست. جو بایدن ضمن تاکید دوباره خود بر حمایت قاطع از اسرائیل همان روز گفته بود که این اقدام جمهوری خواهان یک ترفند سیاسی مضحک است. سخنگوی کاخ سفید هم گفته بود حتی در صورت تایید آن پیشنهاد رئیس جمهور بایدن با خودداری از امضا مانع از تبدیل شدن چنین مسببه احتمالی به قانون می شد.
بیننده ارجمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کارادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای سه شنبه 17 بهمن ماه با انتشار بیانیه‌ای توقیف بیش از 500 هزار بشکه نفت حکومت ایران توسط وزارت دادگستری ایالات متحده را تحسین کرد. این اتحادیه بهای این مقدار نفت مصادره شده را معادل 25 میلیون دلار برآورد کرد و افزود که این مبلغ درآمدی بود که اگر توسط وزارت دادگستری مصادره نمی‌شد، برای حمایت از رفتار بدخواهانه رژیم، سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی استفاده می‌شد. بر اساس این بیانیه، از اسفند ماه سال 1402 سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اطلاعات و شواهدی جمع‌آوری کرده بود که نشان می‌داد بشکه‌های نفت از بندر ماهشهر توسط یک نفتکش به نام آبیز با پرچم کشور پالاو بارگیری شده و به منطقه اقیانوسیه حرکت کرده است. سپس در اقیانوسیه این نفتکش به مالکیت شرکت کشتیرانی یوروناف درآمده است. مارک والاس، مدیر اجرایی سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، درباره شرح جزئیات بیشتر این خبر گفت که وزارت دادگستری دیروز ضمن مصادره نفت ایران تحریم‌هایی را علیه افراد مختلف ایرانی و ترک که در قاچاق نفت ایران دست دارند اعلام کرده است. عربستان سعودی روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه اعلام کرد که بدون ایجاد دولت و کشور مستقل فلسطینی هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل برقرار نخواهد کرد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای
ضمن اشاره به گفتگوهای پادشاهی عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا در مورد روند صلح عرب و اسرائیل خاطر نشان کرد که ریاض واشنگتن را در جریان موضع قاطعانه خود قرار داده و تاکید کرده که تا زمانی که کشور مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 به پایتختی قدس شرقی به رسمیت شناخته نشود و حملات اسرائیل به نوار غزه متوقف نشود، هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل برقرار نخواهد کرد. پاکستان در آستانه انتخابات سراسری روز پنجشنبه با موجی از خشونت‌ها مواجه شده است. به گفته مقامات محلی در پاکستان، چهارشنبه 7 فوریه در دو انفجار در جنوب غربی پاکستان در نزدیکی دفترهای ستاد دو نامزد انتخابات پارلمانی این کشور دست کم 24 تن کشته شدند. اولین حمله که منجر به کشته شدن 14 تن شد مقابل دفتر یک نامزد مستقل انتخابات در منطقه پیشین در بلوچستان رخ داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این انفجار با استفاده از یک بمب مغناطیسی دستساز رخ داده و مواد انفجاری در یک وسیله نقلیه جاسازی شده بود. بی بی سی هم گزارش داد که بمب در لحظه ای رخ داد که این نامزد مستقل انتخابات به جمع هوادارانش پیوسته بود. به گفته وزیر اطلاعات این ایالت، دومین انفجار در قلعه سیف الله، شهرکی در نزدیکی مرز افغانستان، در نزدیکی دفتر جمعیت علمای اسلام، یک حزب مذهبی که قبلا هدف حملات شبه نظامیان قرار گرفته بود، منفجر شد. هیچ فرد یا گروهی هنوز مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.